خداوند دادگر و توانا. با یکی دیگر از برنامه نخبگان با من عبدالقدیر مرزایی خوش آمدید. مهمان کنونی برنامه ما استاد محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور و عضو شورای عالی صلح دولت افغانستان هستند. جناب قاسمیار در 13 سال گذشته وظایف مهمی را در ساخت و ساز دولت افغانستان و تدویر جرگه ها عهده‌دار بوده. بیشتر صحبت ها را به جناب خود شما واگذار میشیم که روی کارکردهای خود شما صحبت های با ما خواد داشتین. و اما در نخست خواستیم از جناب شما بپرسیم که جناب قاسمیار صاحب در کجا به دنیا آمدن و متعلق به کدام خانواده هستند؟ به نام آفریدگار حکیم که بشر به احسن تقویم ساخته و به خلافتش در روی زمین پرداخته و کار آبادانی این دنیای همیشه در دگرگونی را بر دوش آدم گذاشته است. من از شما تشکر میکنم که مرا به این برنامه جالب خود دعوت کردین. عرض بکنم که نام من محمد اسماعیل قاسمیار است. من فرزند مرحوم ابوالقاسم برگت معروف بود در هرات و محل تولد ما هم هرات باستان است و پرورش هم ما در هرات یافتم. پدر ما از قوم بیات است، از غزنی. ما خوشبختانه عرض کنم که ما در دامان یک پدری که در جهاد علیه انگلیس در سومین جنگ استقلال که سمت یک مجاهد به معیت سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله صدر اعظم امان الله خان داشت در محاذ قندهار و بعد از پیروزی به هرات به حیث کرنیل مقرر شد و بعدنم غنمشر بود و در دامان مادری که خوشبختانه افتخار از این را داشتن که بروی دخترهای هرات برای اولین بار چند تا از خانمهایی که اینها سواد داشتن که از جمله محجوبه هیروی، حاذقه هیروی و مادر ما بوبوگل هیروی اینها مکتب دخترانه را بروی دخترهای هرات باز کردن. من خوش هستم که در دامان یک پدر مادر روشن فکر، دین باور و با تقوا ما به دنیا آمدم. ما از فاکولته حقوق و علوم سیاسی در سال 1341 فارغ شدم. جناب قاسمیار صاحب، پیش از اینکه روی مسائل مربوط به تحصیلات عالی با شما صحبتای داشته باشیم، دقیقا در کدام سال، در کدام مکتب و در کجا شما شامل شدین؟ و در کدام سال تحصیلات خودتا سوی صنف 12 به پایان رسانده؟ من مکتب ابتدایی را به هرات خواندم. یک مقدارش به نام مکتب نمره اول می گفتن از ما. و بعد هم به صنف 4 بودیم که لیسه تشکیل شد و من تا صنف 12 را به لیسه سلطان درس خواندم. در سالهای 1334 و اینها به بعد ما به 41 به تقریبا به 38 ما شامل یا 37 بود شامل فاکولته حقوق و علوم سیاسی شدم و در سال 1341 از فاکولته حقوق من برآمد و به هر حال یک چانسی هم برابر شد که من از فاکولته حقوق به حیث اول نمره عمومی من فارغ شدم.
کسایی که با شما در یک صنف بله بله. کلاس بودن آیا کسانی هستند در بله. قید حیات هستند کی ها بله هستند؟ مثلا به فاکولتی حقوق هم صنفی های یک آقای بشار هستند دکتر فاروق بشار فکر میکنم مشاور هستند به وزارت عدلیه و یکی هم هاشم زی قاسم هاشم زی اونا موین وزارت عدلیه که بودن این دو نفر از جمله هم صنفی های ما هستن که ما یک جا با هم به سال 1341 فارغ شدیم و به سال 1342 به کورس ضابطای احتیاط رفتیم من در دوره چهارم هستم که به بالاحصار کابل ما کورس ضابطای احتیاط وقت به بالاحصار کابل بود اونجا باز هم چانس یاری کرد ما اول نمره عمومی دوره چهارده فارغان کورس ضابطان احتیاط هستم بله. در کدام سال شامل کار شدیم به دولت بله به 1343 ما اولین مأموریت ما وزارت عدلیه است به وزارت عدلیه در وقتی که مرحوم موسی شفیق معین وزارت عدلیه بودن ما با اونا همکار شدم به حیث مدیر انکشاف ذهنی و بعد تا زمانی که ستر قضایی طولانه تشکیل شد که یک دور انتقال بود که قضا و محاکم از وزارت عدلیه جدا می شد و بالاخره به 22 میزان 1346 استر محکمه برای اولین بار در تاریخ کشور ما تشکیل شد و ما به استر محکمه بودم وظایف داشتم به حیث معاون تدقیق و مطالعات رئیس عمومی تدقیق و مطالعات قاضی بودم در وقت مرحوم سردار محمد داوود خان شهید ما عضو استر محکمه بودم رئیس دو دیوان امنیت عامه و حقوق عامه در استر محکمه و بعد از اون چانس یاری نکد و به هر حال در سال 1357 که به 7 ثور کودیتای مارکسیستی به ثمر شد به 12 روز که تیر شد مرا به همون سلولی که نور محمد ترکی بندی بود او را از او بندی خانه کشیدن او شد رهبر انقلاب و مرا بردن به جای از او به زندان انداختن یک مدت زندانی بودم مدت هم من خانه نشین بودم چه زمانی از زندان رها شده؟ ما به 1358 تقریبا 7 یا 8 سرطان بود بله 7 یا 8 سرطان بود به 1358 و بعد از او از ما تعهد کتبی گرفته شده بود که ما باید از خانه بیرون نشم و کسی دیگرم نپذیرم یعنی یک نوع به اصطلاح خانه نشین ساختن و تحت نظارت در خانه بود مدت 2-2.5 سال بله و بعد از اینکه از خانه نشینی رهایی یافتین در کجا و چه مسئولیت بله من باز به حیث عضو شورای قانون اساسی در وقت دکتر نجیب من به حیث عضو شورای قانون اساسی آمدم و همچنان در وزارت عدلیه به حیث مشاور مسلکی وزارت عدلیه و دیگه وظیفه ما تا وقت که دولت جهادی بود مدت با اونها به حیث رئیس عمومی اداره مرکزی تشویق و انکشاف سرمایه گذاری خصوصی بودم که با برهم خوردن اوضاع رفتم با مهاجرت در مهاجرت کجا به سر بردین و چگونه زندگی را سپری کردین؟ در مهاجرت من مدت 2-2.5 سال در مشهد مقدس بودم بعد از اون من به تهران رفتم
در اونجا هم در مشهدم من عضو کمیسیونی بودم که از حقوق مهاجرین دفاع میکردیم که ای در یک نشست مردمی یک کمیسیون ایجاد شد که من هم در ترکیب از او کمیسیون انتخاب شدم و در جرگیه که ما از علما به اصطلاح میگیم نشست های علمای دینی در ایران شد من عضویت اون مجمع علما را داشتم و یک کنفرانس بین المللی بر صلح افغانستان در اصفهان شد در اونجا هم اشتراک داشتم که تمام رهبرهای جهادی به اونجا بودن و از پشاور از یک از انستیتوت ها و سازمان های اجتماعی مثلا ایساق گیلانی اینها هم بودن آقای ایساق گیلانی هم از پشاور آمده بودن پیشتر گفتم که همه رهبرهای جهادی بودن در او کنفرانس هم ما به حیث دبیر یک کمیته به خاطر پیگیری قطعنامه کنفرانس صلح انتخاب شدم به مدت کار میکردیم در امود دوران بود که من دو بار با نماینده خاص سازمان ملل متحد که دو بار با اخضر ابراهیمی و یک بارم با وندریل که آمده بودن به ایران ما امرای از اونا ملاقات داشتیم و همچنان ما در چوکات شورای انسجام ملی و مطالعات استراتژیک افغانستان که همه دانشمندها بودن با ما رئیسشان از طریق انتخابات انتخاب شدم از جمله اعضای مهمش مرحوم دکتر عبدالحی الهی بود این آقای هادی معاون ما بودن دکتر عصمت اللهی سرور دانش که عالی معاون دوم هستند اینها هم اعضای ما بودن و آقای ناطقی که در وزارت خارجه است دانش بختیار که رئیس پلیسی ریاست جمهوری بود اینا از جمله دکتر عبدالله خاموش اینا همگی از جمله اعضای بودن که با ما یک جا کار میکردن بسیار خوب پس از پایان مهاجرت و امضای موافقتنامه بن و تشکیل حکومت به رهبری حامد کرزی شما در کجا بودین و مصروف کدام کارا و چی مسئولیت هایی داشتیم؟ سوال بسیار خوب است ما وقتی که اداره موقت تشکیل شد آقای حامد کرزی در رأس بودن با ما تماس گرفتن با تلفنی دعوت کردن که هرچی زودتر بیاییم ما آمدم مدت امرای رئیس اداره موقت به حیث مشاور فرمان ما صادر نشد بود کار میکردیم بعد از او که تشکیل کمیسیون مستقل و خاص تدویر لویجرگی استراری به اساس موافقت نامه بن روی دست گرفته شد از طریق سازمان ملل متحد نمایندگی خاصش در افغانستان یونمام که میگیم ما به حیث رئیس کمیسیون مستقل و خاص تدویر لویجرگی استراری برگزیده شدم که 20 نفر با ما عضو بودن که از جمله اعضا از اونا مثلا آقای صادق مدبر بود سلام رحیمی که آله هستن و آقای قرقین از جمله اعضای ما بودن که ما مجموعا 21 نفر بودیم و خوشبختانه تانیستیم در اوقاتی که تعیین شده بود حتی یک روز هم پیشتر ما لوی جرگه استراری را دایر بکنیم لوی جرگه استراری یک رخداد عظیمی در تاریخ زندگانی ملی و سیاسی کشور ما هست این لوی جرگه در شرایطی که جامعه ما تازه
از جنگ و از خرابکاری ها رهایی یافته بود. ما این لوژرگر خوشبختانه این کمیسیون تانیست دائر بکنه و وظایفی که در موافقتنامه بن به این لوژرگر داده شده بود به نحو احسن این وظایف اجرا شد و خوشبختانه در یک شرایط بسیار امن که به اصطلاح عامیانه بینی کسی هم خون نشد این لوژرگر به پایان رسید. یادم میاد سفیرها و نماینده خاص تونی بلیر صدر اعظم امو وقت انگلستان آمدن و خیلی تحسین کردن. حتی یک جمله یادم است برای ما گفتن مستر قاسم یار یو مید ان امپاسیبل تینگ پاسیبل، یعنی گفت ما ایره ناممکن فکر میکردیم اما افغان ها تنیستن که ایره ممکن بسازن. و ببینین این یک لوژرگی بود که برای اولین بار اعضای عظیم از طریق انتخابات عمومی آمدن. 1552 عضو از طریق انتخابات آمد و 50 سهم ما به رئیس اداره دادیم که رهبرای جهادی و یک دیگرها از طریق انتصاب آمدن. یک لوژرگی بود که در ترکیب اعضای ازی از رئیس اداره موقت گرفته همه رهبرهای جهادی، همه اعضای کابینه، همه اراکین دولت و مقامات عالیه قضایی اینها شامل بودند. و از جریان لوژرگه چون ارتباط به موضوع روز داره، ما به شما عرض کنم که دکتر صاحب اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله اینها روزمره جریان لوژرگ اضطراری را به میدیا اینها ارائه میکردن، میدیایی که خب رسانه های ملی و بین المللی. خوشبختانه چیزی که بسیار مهم است که باید او را ذکر کرد، لوژرگ اضطراری تا نیست که یک دولت به وجود بیاره که این مشروع است و یا به عبارت دیگر به بحران مشروعیت خاتمه بخشید و یک دولتی که از شناخت ملی و بین المللی و مشروعیت گسترده ملی و بین المللی برخوردار شد ای به وجود آورد و اساس تحولات دموکراتیک آینده را او شالودش جور کرد. بسیار خوب. پس از کارتان در ریاست لوی جرگه اضطراری چی وظیفه شما در دولت افغانستان عهده‌دار شدید؟ خب ایره نمیفهم تلخ بگویم یا شیرین بگویم. برای ما پیشنهاد شد از طرف رئیس اداره موقت که او وقت باز رئیس دوره انتقال انتخاب شدن در لوژرگ اضطراری که ما به حیث وزیر عدلیه و لوژ سارنوال افغانستان تو امان هر دو یک جا این وظیفه را اجرا کنم. ما با درک شرایط و یک مقدار پیشبینی های اوزا ما خیلی چانس موفقیت به خود نمی دیدم. از او واسطه ما معذرت خواستم. حتی دکتر صاحب خلیزادم به پهلوی کرزی صاحب زمان که از ما خواستن که این وظیفه را قبول کنم وجود داشتن، اونا هم حاضر بودن، اصرار کردن با ما و ما نتانستم که جرأت بکنم که این وظیفه را بگیریم. به هر حال ما 8.5 سال ما به خانه شدم بدون از اینکه از دولت برای من معاش بدن. من به خانه بودم و وقتی که شورای عالی صلح ایجاد کردن و یعنی سفارشات ملی جرگه مشورتی صلح که من هم عضو از او هم بودم، من به خاطر صلح که خیلی از موضوعاتی که من به او ارزش
حیاتی قائل هستم. ما ایر لبیک گفتم و به عضویت شورای عالی صلح با افتخار داخل شدم و این مدت چیزی کم 4 سال میشه. ما یک نکته را میخوایم عرض بکنم که ما به خاطر صلح از وقت دکتر نجیب و مصالح ملی که اعلان شد، کنفرانس های بین المللی فراوانی را ما اشتراک کردم، بر صلح مصاحبه ها کردم. در ما از جمله یک رخداد بر شما میگم که خیلی مهم بود. بله، قبل از اینکه با توضیح و تشریح رخداد دیگری شما بپردازین، به یک وقفه کوتاه میریم. پس از وقفه کوتاه برنامه خود با شما دوام خواهیم داد. دوباره خوش آمدید میگیم. خب جناب استاد قاسمیار، در شورای عالی صلح در افغانستان شما خود چطور یافتین؟ و به اضافه ای که شما چی نقشی داشتین و چی نقشی را بازی کردین، این شورا را شما چگونه یافتین و فعالیت از این در چند سال گذشته چقدر به ملت افغانستان و چقدر به تأمین ثبات در این کشور مفید بوده؟ ببین، شورای عالی صلح به اساس سفارشات یک جرگه که به نام جرگه ملی مشورتی صلح یاد میشه که در او بیش از 1600 نماینده اشتراک داشتند، ای ایجاد شد به خاطر پیشبرد پروسه صلح و مصالح ملی در کشور. ترکیب ازیرم به اساس سفارشات ملی جرگه هست. ببینید، رهبرای جهادی هست و یکی در مردم و ما هم که انتقاد دارن، یا یکی در روشنفکرا یا تحلیلگرای ما، یک نکته را اشاره زیاد میکنن به او که در این شورای عالی صلح شخصیت های داخل شدن که اینها تا دی روز با طالبان می جنگیدن. لحاظا ایره انتقاد داشتن. نظر شما چی هست شخصا؟ والا ببینین، راسته، حقیقته، چی میپسندیم چی نمیپسندیم، چی تلخ یا چی شیرین، این هست که ما ساخت و بافت اجتماعی جامعه خود ما در نظر بگیریم. گروه های فشار، گروه های نفوذ، گروه های قدرت و منابع قدرت را ما باید مد نظر بگیریم. امروز ببینید، در می ترکیب خود رهبرهای جهادی بودن. حضرت صاحب بود، پیر صاحب گیلانی بودن و سیاف صاحب بودن، اسماعیل خان و سید منصور شاه نادری، از طرف آیت الله محسنی هم نماینده بود. بله، نظر مشخص شما. من میخوام بگم، بله بله، که خب یک ده زیاد عضویت در آدم میتونه انتقاد بکنه، که مثلا در حدود 68-69 نفر شدن، این واقعا زیاد بود. اگر یک گروه کاری مختصرتری می بود، شک نیست میتونست مؤثرتر باشه. اما بازم انتقاد به این نیست، به خاطر اینکه یعنی صلح هر یک گروه می آورد، تا همین شخصیت ها او صلح هر قبول نکنن، اون شما می فهمید، اگر صلح بیایه، مثلا رهبر جهاد پروفسور برهان الدین ربانی، شهید صلح، او در رأس از این آمد. خب او یک وزن بود، او یک نفوذ داره، او خود رئیس جمهور کشور بود،
در دوران جهاد رهبر جهاد بود. ولی اینها را مثلا یک کسی اعتراض میکنه که خب حزب جمعیت با طالبان زده بود. خب حالا امی انتقاداتی که از طرف برخی ها وارد است و مشخصا اگر صفا واضح صحبت بکنیم، انتقاد طور است که طرف های درگیر عضویت شورای عالی صلح را در افغانستان دارند. طالب ها حاضر نیستند که با این طرف به این ترتیبش و با این میکانیزمی که وجود داره در شامل مذاکره شوند. نظر خود شما شخصا به عنوان عضو کمیسیون، به عنوان کسی که حقوقدان هستین، به عنوان کسی که تجربه دارین، به عنوان کسی که در تمام جرگه های افغانستان و لوی جرگه ها و قسمی که ما بیوگرافی شما را مطالعه کردم، از سال 1343 در تمام جرگه ها و جرگه های ملی شما شرکت داشتین، نظر شخص شما به عنوان یک صاحب نظر در این باره چیست؟ ما خو امیر گفتم که واقعیت را خود آدم نمیتونه نادیده ببینه. اینمی جامعه ترکیبش امی هست و پروسه صلح نمیتونه تا مورد تایید و پشتیبانی و حمایت اینمی شخصیت ها قرار نگیره او به کرسی بشینه. پس یک چیز دیگر هم بگم، امی صلح هرم که ما میگیم بین دو طرفی که جنگ کده باشه صلح بکاره. مثلا او طرفی که مثل ما واره که طالب جنگ نکده بود خو او خو صلح بکار نداره. پس و دیگه هم میخوایم یک دلیل به شما بگم که قناعت شما شاید فراهم شود. تا حال طالب اعلان نکده که اگر احمد که رئیس شورای عالی صلح یا ای ده اشخاص که به ترکیب عضویت شورای عالی صلح هستند تا اینا باشن ما مذاکره نمی کنیم. شما اینا را پس کنین که ما بیای مذاکره کنیم. اینو گپی نزدن. بله، و اگه می زدن من فکر میکنم پس نتایج کار میشه. شما در 4-5 سال اخیر در رابطه با تامین ثبات امنیتی و سیاسی از باب مذاکره با گروه های مسلح مخالف چی بوده؟ ببینید، واقعا سوال خوبی است و این سوال واردم هست. شورای عالی صلح توفیق پیدا نکرد که در این 4 سال با ملا عمر آخوند، با اعضای رهبریش که به دور برش هستن، مستقیما بالای یک میز بشینن مذاکره کنن. این توفیق پیدا نکرد. یقینا پشت از یک سوال میایه، چی مشکلی بود که مثلا امی توفیق حاصل نشد؟ ببینیم. صد تا دلیلش من میگم، باقی ماندهش آدم میتونه از این 3 تا دلیل پی ببره. یکی ایست که خود مشکل کشور ما یک مشکل خالصا داخلی و افغانی نیست. این معجون مرکب است. امسایه ها، منطقه ما، کشورهای ناتو، در رأس ایالات متحده امریکا، در ابعاد از این پروبلم داخل هستن. چگونه؟ چی رقم؟ چگونه داخل هستن؟ خیلی خوب. اوسانه چی رقم شروع میشه؟ اوسانه امی رقم شروع شد که 11 سپتامبر به وجود آمد در امریکا. 11 سپتامبر به نظر شما افسانه است یا واقعیت؟ من میخوام بگم این واقعیت است. امی به حیث یک افاده گفتم، نه که افسانه از اینجا شروع شد داستان. یعنی داستان واقعی از اینجا شروع شد، امی افسانه واقعی از اینجا شروع شد، درست؟ خب یعنی شروع از این رخداد 11 سپتامبر نسبت داده شد به القاعده، رهبر القاعده هم رد نکرده، مثلا اسامه بن لادن که بود رد نکرد این نسبت را. بعد از او عملیات شروع شد به افغانستان نسبت به نزدیکی و ای که القاعده در افغانستان بود و نزدیکی ای که با رهبری طالبا وجود داشت. بالای رژیم طالبا حمله شد، متلاشی شدن، خلاص شدن. خب
امریکا نیروهای خدا آورد، نیروهای ائتلاف، نه پشتش آیسف آمد، پشتش ناتو آمد. خب یا آیسف به داخل ناتو عیار شد. ببینیم اینها داخل شدن و قضیه افغانستان ما میخوایم که خوب روشن صحبت بکنیم. برادر عزیز، من به جریانم، شما به جریانین، طالب متلاشی شد، نیروهاش رفت، حتی یک عده به شمول ملا عمر خواست که ما دیگه از سیاست دست میبرداریم، میاییم به وطن خود عادی زندگی میکنیم، صلاح خودم میتیم. شما خبر دارید که اینجا که آمدن گرفتاری ها شروع شد، یک عده را گرفتار کردن، زندانی کردن، طالب گریختن. اونایی که اینجا بودن با موتورسیکل سوار شدن و فرار کردن و به هر وسیله که بود فرار کردن. خب خوب به همین دقیق شوه، ناتو قدرت نظامیش حد اقل قدرت نظامی نیم جهان است، بیشتر هست و کم نیست. چی باید میشد؟ باید چی میشد؟ چطور نیروهای متلاشی شده سال به سال اینا یک جا شدن، آرایش پیدا کردن، صفبندی پیدا کردن، سربازگیری کردن و قدرت شدن تا به حدی که تهدید میکنن خود ناتو را هم تهدید میکنن و آمدن و وطن خودم خراب کردن. ببینین من میخواهم بگم اگر کوتاه بفرمایید بودش است استاد، اگر کوتاه بفرمایید چرا چگونه این شورای عالی صلح مثلا این کار کرد؟ اجازه بدین شورای عالی صلح یا نیروها باید این کار میکرد؟ جناب استاد، شورای عالی صلح در اواخر در 4 سال اخیر تاسیس شده و به فعالیت خود آغاز کرده. اگر کوتاه بفرمایید چرا و چگونه طالب های متلاشی شده به یک قدرت مبدل شده؟ فقط به پیش ما امیز که این چراره باید این نیروهایی که به افغانستان آمدن تا در تأمین امنیت همکاری بکنن، به این نیروهای بین المللی آیسف تأمین نشد و این نیروها قوی تر شدن، طالب قوی شد، قدرت یافت، ای را اونها باید جواب بدن، نه شورای عالی صلح. یک، ما گفتم سه دلیلش میگم، یعنی یکی امید چند بعدی بودن و یک عده منافع متضاد یک جا شدن در کشور ما، از ایران کتی امریکا، از پاکستان کتی ما، از منطقه همچنان و امیدو بالا بریم. خب یک دلیل دیگه میگم، دلیل عمده به پیش من شخصا امی که رهبری طالبان خارج از قلمرو افغانستان قرار دارن، در افغانستان نیستن، ما مستقیم تماس گرفته نمیتونیم، که هر کدام که تماس میگیریم یا او یک سر و صدا بالا میکنه که من مذاکره میکنم بندی میشه. دلیلش هم میگم به شما، دلیلش ملا عبدالغنی برادر، ملا مجاهد، ملا ترابی، اینها تمایل نشان دادن که مذاکره میخواهیم بکنیم، بندی شدن، چندین سال بندی خانه، تا حالی هم حسابهایشان گرچه از بندی خانه برآمدن. پس شما شورای عالی صلح باید میکانیزمی را ایجاد بکنه که صلح را با پاکستان به پیش ببره، نه با طالب. امورم میگم برشون. خب یعنی دلیل عمده ای هست که اینها بیرون از سرحدات هستند، در اونجا تمویل میشن، در اونجا تجهیز میشن، پرورش پیدا میکنن، تکنولوژی برشان داده میشه، کمک‌های لوجستیکی میشن، یاد میگیرن، اینجی میآیند، انتحار میکنن، انفجار میکنن. ببین تکنولوژی هایی به کار بردن که آدم ایران میمانه. امی شهید صلح مرحوم ربانی را، امو کسی که آمد و انتحار کرد، در بین لنگی خود مایه که انفجاری بوده
او رو طوری جاسازی کرده بود که اگر شما به لنگش دستم میزدین نمیتونستین بفهمین که این چی هست. این تکنولوژی را چطور قبی یک طالب چیز میتونه پیدا بکنه؟ اینا رد پای هست. ببین هدف شما مشخصا چی هست؟ یعنی که استخبارات پاکستان است. بله یعنی اینا به اونجا هستن، به اختیار از اونا هستن. سپاس. سیوم بله. یک دلیل دیگه میخوایم بر شما بگویم. دلیل دیگه چی هست؟ فساد و بی‌عدالتی در داخل و مواد مخدر در داخل کشور، این سه تا پدیده پلید اینا با هم یک جا دست دادن، یکی دیگه خود تقویه میکنن، یکی دیگه را پیش میبره و این ای روزگار که مشکل ساخته، که معنایش این میشه که در داخل هم یک ده طرفدار نیستن برسان. سپاسگزار هستم جناب استاد قاسمیار. باز هم به یک وقفه کوتاه میریم و بعد از وقفه صحبت خود با شما خواهیم داشت. دوباره خوش آمدید استاد بزرگوار. بسیار کوتاه اگر بفرمایید، مصالحه ملی دکتر نجیب الله با مجاهدین و صلح شما با طالب ها چی تفاوت دارن؟ ببینین مصالحه ملی که دکتر نجیب اعلان کرد مصالحه با مجاهدین بود. مجاهدین پایه مردمی داره. مردم افغانستان مردم مجاهد هستند، یعنی جهاد مردم افغانستان پیش بردن، که البته این تنظیم های جهادی ما نقش معین مؤثر خود داشتند در انسجام بخشیدن، در عملیات اجرا کردن، اما یک پارچه وطن مجاهد بود و اکثریت قاطع از او واسطه. ببینین آله که ما مصالحه میگیم با یک گروه هست که این مردم خود کشته میره، بچه، دختر، خورده، کلان، پیر و جوان و عالم و عادی و اعضای صلح. شما میفهمین از این شورای عالی صلح تا حاله 41 نفر از منصوبین به شمول رئیس، اعضای برجسته و رئیس های کمیته های ولایتی ما قربانی دادیم در این راه. شما ببینیم. استاد بزرگوار من تفاوت هم میخواستم تفاوت اساسی در چی بود؟ ای از اونا که شکست خورد ایست که علیه از اونا اکثریت مردم بودن، این جهاد سیلاسا آمد، اما امو وقت هم اونها گام های ورداشتن، تماس های گرفتن و ملل متحد اون شما میفهمین بینن سیوان وقتی که آمد که دکتر نجیب وادار کرد که استعفا بکنه، طرحه به موافقت نامه ژنو بعد از او ایجاد شد که او طرح یک پنج فقره ای بود و او طرح آمد جایگزین شد و او پروسر عوضش آمد. اینها اونا بالکل در شرایط جدایی و با یک توافق نامه بین المللی که ما گفتم توافق نامه ژنو است در مورد صلح افغانستان و یک فرمول تنظیم شده پنج فقره ای مورد قبول پاکستان شد. دولت پاکستان با روسیه، یعنی اون وقت اتحاد شوروی بود، اونها شیشتن، ضمانت های بین المللی هم وجود داشت که اونها با هم به توافق شیشتن. همو وقت هم یک اشتباهی که شد که رهبرهای جهادی را به چیز داخل نساختن، به موافقت نامه را پاکستان امضا کرد. پس آلی هم که شما از ما هم سوال کردین که چرا با پاکستان نمیره، این مشکل و این تجربه وجود داره.
که اگر ما بریم پاکستان که ما موافقت نامه امضا کنه باز عموتو میشه، باز طالب میگه ما خود امضا نکردم، ما بیرون ماندم، شما اصلا طرف اصلی خود ما هستم، پاکستان شما چرا رفته؟ یعنی چی باید شود؟ فقط از دل و جان افغانستان با پاکستان اینا بشینند و اگر خواسته خود... نه نه ببینید خواسته های خود خلاص کنند. پاکستان چی کنه؟ نه از طرف طالبا امضا کنه و بیایه، این زمینه سازی کنه. کار آسانش من میکنم، پاکستان اعلان کنه که تا ظرف 6 ماه اگر رهبری طالبا مشکلات خود کتی حکومت افغانستان حل نمیکنه، از خاک افغان... از خاک پاکستان براین. پس ببینه حالا یعنی چی باید شاید؟ من میخوایم پاکستان بگم شما چی باید بگم؟ ما میخوایم بگم که شورای عالی صلح ببینه، من یقین دارم که کم و کوتاهی ها داره، اشتباهات داره، این اشتباهات در حکومت نو مطالعه بکنه، از این تجارب کار بگیره، اشتباهات رو ببینن در عمل کرده است، در استراتژی بوده، اشتباهات از حکومت است، از رئیس حکومت بوده، از کی بوده، یعنی رئیس دولت از کی بوده، اینها رو هم بگیره ببینن، معلومات نور راهکار جدیدی برای اجرای هر کاری یک راه بهتر وجود داره، همین راه بهتر در پیش بگیرن. یک و دیپلماسی فعال و مستقیم و نتیجه گرا کتی چیز داشته باشه، کتی پاکستان و کتی دیگه همسایه ها، امریکا را هم بخواین که او از نفوذ خود بالای پاکستان، بالای عربستان، عربستان بالای پاکستان، اینها هم میگی به هم متحد شون، این کار ناممکن نیست، این کار ممکن است. تشکر. نمک دوباره به بود زندگی شخصی شما با استفاده از فرصت کمی که در اختیار ما قرار داره، شما از فرزندای خود نگفتین، از خانواده خود نگفتین، مهربانی کردیم، چند فرزند دارین، لطفاً در کجا هستن، چی مصروفیت دارن؟ تشکر از شما، سوال خوبی برای ما دلچسب هست و من افتخار دارم که عرض شما برسانم که گپای ما بیشتر سیاسی نشه، سر زندگی بله بله شما دارای دو فرزند هستم، بچه یعنی دو فرزندم دختر، یک دخترم حال در اروپا هست به خانه شوهر خود که بچه کاکایش هم شوهرش میشه، لیسانس فاکولته ساینس هست دخترم، از او دو تا بچه داریم فرزند که یعنی به من نواسه ها میشن، دیگه بچه ما انجینر دیپلوم انجینر احمد فواد قاسمیار است، او هم در اروپا هست، خوشبختانه از انجینرهای هست که مهر و سرتیفیکیت که در تمام اروپا میچله او به دست داره به حیث یک انجینر. بچه سیومی دکتر احمد کمال قاسمیار است، 18 سال طب خواندن، وقتی که با وطن آمد شرایط او وقت که دید جرأت نکرد که بره به حیث دکتر، خیلی گپا نبود، مسلک خود گذاشت، حال رئیس منابع بشری و شاروال کابل است، از طریق کمیسیون اصلاحات معرفی شده داوطلبی و اینها. آخرین فرزندم یک دختر است، اونا به دبی هستند، شوهر دارن، من خوشبختانه نواسه های دارم، دختر و پسر، خوش هستم که خوشبختانه همگی مصروف تحصیلات عالی خود هستند، اونایی که به اون سن هستند، سنهای خوردم به مدرسه هستند. متاسفانه خانم خودم عدس دادم، خانم 25 سال معلمه بودن، به مرض سرطان مبتلا شدن، یک سال و دو ماه قبل وفات کردن. می خواهم یک اندکی از حقشان ادا بکنم، یک خانم متدینه متحجده تقریبا 19 سال از جمله کسانی که
نماز شب میخوان، شب زنده دار بود. کسانی که در سحرگاه ها استغفار میکرد و به درگاه ایزد متعال دست دعا بالا میکرد، این صفات داشت، علایم بهشتی داشت که من یقین دارم انشاءالله بهشت بر این جایگاهش هست. و زندگی ما خوشبختانه خوب میگذره و الحمدلله و المنه. ما در زندگی متواضعانه که داریم، چیزی که مایه مسرت و افتخار ما هست، در قلوب یک عده از هموطنهای خود ما جای دارم. خوشبختانه خدا به ما توفیق داد یک عمری را به خدمت وطن باشم. در بخش های بسیار ماندگار ما خدمت کردم. شما ببینید قانون مدنی افغانستان، قانون جزای افغانستان، قانون مدنی دو نیم هزار ماده داره. من اکثرا به قلم ما هست، البته متن اصلی از عربی بوده، مستشارای مصری با ما کار کرده بودن. من 7 سال به این کار کردم و به قوانین اساسی افغانستان. تشکر جناب قاسم یار صاحب. فقط خواستیم در این قسمت برنامه یک دید بسیار کوتاهی از پسر ارشد شما دکتر کمال قاسم یار درباره خود شما داشته باشه که لطف دارید دیره با هم میبینیم و بعد از او با صحبت های خود زنده باش. ادامه میدیم. افتخار دارم که فرزند شخصیت هستم، یعنی استاد محمد اسماعیل قاسم یار، که عمر گرانبها و عزیز خود را در خدمت به مردم و میهن و راه خدا که شعار اونا هست سپری کردن و در تربیت فرزندانشان، یعنی ما، خواهرای ما و برادر ما سپری کردن. جای افتخار است که از اونها که عمر عزیز خدا در راه مسائل صلح بر افغانستان، بر مردم افغانستان، جامعه، وطن، چی در سطح ملی و چی در سطح بین المللی سپری کردن. من دوستشان دارم و دوست داشتنی هستند. جناب قاسم یار در اوقات فراغت مصروف چی کارهایی هستید؟ اگر بگم کلش مطالعه میکنم دقیق نیست، اما یک چند تا کتاب مدارم مصروف مطالعه هستم. بیشتر دوست دارین چی را مطالعه بکنین؟ چی گونه کتاب و سوژه را؟ یعنی ببینین امی به سنای ما که میرسن آدم بیشتر هم مغم آدم برای از این هست که امی بیشترین خدمت ها را و خوبترین خدمت ها را به جامعه خود انجام بده. علاوه بی که من به فرزندا و نواسایی که کتمه هستن و یا دیگرا که گاه گاهی میاین با من، که اینها را روحیه وطن پرستی را برای اینا تقویه کنم. آخه امی مادر وطن بالای ما حق داره. اگه همه برن به اروپا و امریکا و کجا و کجا آسوده زندگی بکنن، پس کیها بمانن که به این وطن خدمت بکنن؟ امو 4 تا فقیر و فقرا. من میخوام موسیقی بسنم. والا موسیقی را خوش دارم، منتها از این موسیقی های ما کلاسیک بیشتر خوش دارم. آره موسیقی ها شما میفهمین که حتما باید یک دختر و نیمه برهنه و باز کتی یک خواننده باید باشه و خب برای امکان داره جوانای ما بپسندن که حقشان است اونا. چیزی که شما را بسیار اذیت و ناراحت میسازه چی است؟ والا امی راستی رضای خدا از این فساد گسترده و عمیق در کشور خود خیلی رنج بردم. هر کدام میاین میگن که هیچ کاری بدون پول اجرا نمیشه. جهان سپاس. این به خدا بسیار بسیار یک رنج کلان است. جهان سپاس. مهربانی کردم. استاد محمد اسماعیل قاسم یار، شخصیت فرهیخته و حقوقدان خیلی سابقه دار کشور ما، از صحبت‌های بسیار جالب و دلچسب در بود
شخصی، سیاسی و کاری شما و سرانجام سرنوشت کشور ما که با برنامه نخبگان در تلویزیون آریانا انجام دادید. شما سلامت باشید. از شما تشکر میکنم. شما صحت سلامت و همچنان برای شما خداوند انشاءالله و تعالی حکومت وحدت ملی را به معنای واقعی کلمه بخیر توفیق بده که امی کشتی شکسته را تا به یک ساحل برسانند که انشاءالله ساحل نجات باشه و جامعه ما که متاسفانه از چندین سال است که بار کج رفته و امیدوار هستیم که این بار کج راست شود تا به منزل برسد. از شما هم سپاسگزار هستم که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودین. تا برنامه دیگر، الله یار و نگهدار.